سلام دوستای خوب و نازنین، امیدواریم که حال دلشون مثل همیشه عالی باشه و همیشه ایام به کامشون باشه. کنار عزیزای خوب لبخند لب داشته باشین. دیگه دوستای نازنین، بازم خوش آمدین در یک ویدیوی متفاوت از مو. دیگه روزهای آخر از مو، یعنی لحظات آخر از مو در اسلام آباد، کم کم بخیر دیگه سن طرف خانه رایشتیم. تشکر از اینکه در این سفر چند روز امرای از مو بودین. مو شریف هم دیگه کم کم سن طرف خانه باری که بعضی کارا در اونجا پس منده. دیگه شریف جان، تو هم اگر خودم گفتنی دیگه بلدی عزیزا بودی و این که مو حال کجا هستیم. خب دوستای عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که خوب و سرمند باشید در کنار خانواده خوب. تشکر از لطف و بزرگواری همیشگی شما. طوری که تایره جان گفت که ما و تایره در حال برگشت هستیم، بخیر سمت کوته میریم. از جریان سفر از اون با خبر بودیم که چه خاطر آمده بودیم و در اینجا از دوستایی که ما را میزبانی کردن، مثل خانواده آقای مجیدی و همچنین خانواده آقای علیزاده، که یعنی سنگ تمام گذاشتند، خیلی زیاد زحمت کشیدن، ازشان تشکری داریم. انشاءالله که این سفرشان بخیر باشه و بخیر در جایی که بخیر بره و بخیر برسن و یعنی زندگی جدید را بدون دغدغه اینا شروع کنم. درسته؟ آره عزیز. و دوستای عزیز، دخن ما این مال در ترمینال آمدیم، اینجا تذیر بس هستیم، بلیت گرفتیم، ببینیم که ساعت چند حرکت مونن. میگم بلیت از مون چند های راسته های اینا سهش دیگه باشو که خواهزای دل. یک سفر دو نفره بود که بلده اولین بار مو شریف به صورت مستقل یا تنهایی مو این سفر را شروع کردیم و در او تمام مونیم. در این سفر خیلی تجربه های خوب به دست آوردیم. سختی های زیادی هم کشیدیم. دقیقا. خب این هم یک بخشی از زندگی، یک قسمت از امزو لذت های زندگی هست که تو چیزهای جدید را در سفرهای مختلف تجربه کنی و خوبی ها، بدی ها، سختی ها و آسانی ها را در چشم خوب بینگیرنی. دیگه مو خیلی امیتر چیزهای خوب، یعنی خدای نکرده اتفاقای بد بلدز موید نیفتاده خدا شکر، اما منظور از سختی هایی که مثلا کسایی که مثل از ما اردو بلد نیستن خیلی سخته بلدش، از خاطر از اینکه در اینجا انواع و اقسام آدم های با زبان ها و لهجه های متفاوت که بیشتر از اونا دیگه در زبان از خود گپ میزنه، شاید حتی انگلیسی هم نفهمد. مو بود و مو متاسفانه اردو را مو فهمیدی ولی گفتن نمیتونستی. باز خوب بود که مو انگلیسی که مو یاد داشتیم از قبلا اونمو دزمو خیلی کمک کرده که تا حال گم نشدم نشدیم. مثلا دوستای عزیز، من فکر می‌کنم کسایی که در پاکستان اینا زندگی می‌کنن 100% زبان اردو رو یاد می‌گیرن، به خاطر اینکه زبان اردو زبان ملی پاکستان است. در هر جای پاکستان یعنی مسافرت کنید، مثلا نیاز به یعنی زبان اردو داریم، به خاطر اینکه همینطور همه می‌دونین گروه‌های قومی مختلف در پاکستان اینا زندگی می‌کنن که از اقوام مثل پشتون، سیند، پنجاب و گروه های قومی دیگه اینا هستن. آره. بعد اونا هر کدامشان مثلا زبان های خاص و لهجه های خاص خود رو داره، فقط زبان اردو زبانی مشترک از اوناست و باید ما زبان اردو را یاد داشته باشیم تا اینجا راحت تر مسافرت اینا کنیم، به خاطر یک تعداد زیادی پاکستانی ها اینا انگلیسی رو نمیفهمن، بعدم لهجه انگلیسی از اینا متفاوت تر از دیگر. آره، مثلا وقتی ما صحبت میکردیم برای از اونا خیلی سخت بود که فهمیدنشون. از اونا بلده از سخت. دخن ما همونجا هم وقتی صحبت میکردیم دیگه اونا در سختی متوجه میشدن. باز بعضی هاشی میگفت مو هیچ نمیفهمی انگلیسی را، دیگه میگفت اردو بگین. باز ما گفتیم مو اردو نمیتونی بگین. خلاصه هدف از این سفر امی بود که مو تجربه مو بیشتر شونه و واقعا بلده از مو چیزای جدید یاد داده.
دیگه ما تصمیم گرفتیم انشالله از این دو که بریم بخیر برسیم در مقصد خوب. دیگه کوشش کنمونیم که اردو را از من یاد بگیریم، به خاطر از اینکه نه تنها در پاکستان، در هر کشوری که ما بخواییم در آینده زندگی کنیم در اونجی میتونه که کمک حال از ما باشه و ما میتونیم که از طریق هر چی که زبان بیشتر بلد باشیم اون مقدر دنیا از ما گسترده تر میشه و از اون طریق ما میتونیم خیلی در واقع موفق تر باشیم و دوستای زیادتری را پیدا کنیم در کنار خود. دیگه با این که ما کاملا در یک زبانی اشاره با بعضی هاشون صحبت میکردی اردو را، بازم بانزو انگلیسی خوبتر نیستیم که دوست پیدا کنیم اینجا. نه یک در نظمو اندرایوی که ما اینجا گرفتادی اندرایو همو ماشینای اینترنتی یا به قول معروف در ایران اونا را اسنب میگه، اینجا اندرایو میگه و در خارج از کشور او را اوبر میگه. دیگه اینجا هم خوشبختانه از ماشینا دیره که اونمو خیلی باعث شده که کار را بلده کسایی که میتواز موزی با نمفامه آسان تر کنه، از خاطر از اینکه نرخ از اون دیگه تعیین شده یه تو لازم نیسته که مثلا سر مسیر و سر قیمت شی خنجق راننده چونه داییم. دیگه باز مو از پیشاورمر در پینری که ما رفتی دیگه از اون مسیر خیلی امیتر ترسم خوردد، از خاطر از اینکه اولین بار بود مو همچین جایی ما رفتی و یکم در مورد چی شنیده که یکم جنجالی رایشی. باز خدا شکر امو راننده از مو خیلی بچه خوبی بود، خیلی باز همراه از مو گب میزده. اون گفت ما انگلیسی رو بلد نیم، ما میگفتیم اردو رو بلد نیم، ولی خب او هم دست و پا شکسته یک چیزای بلد بود دیگه. مو هم امو رقم باز خیلی با هم دیگه دوست شدیم. دیگه خلاصه که حتماً آموزش های زبان رو جدی بگیرید. خود دوستای عزیز، مثلا ما تجربه های مختلف کسب کردیم و باز تجاربی که بدیست آوردیم برای شما دوستایی که تازه میخواین سمت اسلام آباد اینا بیایین شریک بسازیم، شاید بدل بتون بکنه. به خاطر از اینکه اینی همین کارهای ما دیدیم و تجربه کردیم با آسانی بدیست نوردیم. امیدوارم که بلدش مو نشای خود را در آوردی در اینجا سکی صوفی شده بر میگردیم. خود یک خیرش خیره جان تو کنم گفتنی نداریم؟ نه سیزان دیگه کنم گفتنی نداریم. دیگه دوستان نازنین، امیدوارم که همیشه خوش و خوشحال باشین. دیگه مورم از دعای خیر فراموش نکن. یا علی مدد، خدا نگهدار.